این هفته در تماشا. پای صحبت آذرین علومی برنده یکی از جوایز ادبی مهم آمریکا. 7 سالی من طول دادم این کتاب رو بنویسم. تو هر کتابی که میخوندم وقتی که میدیدم نویسنده به پوچی اشاره میکنه تو مارجن کتاب مینوشتم. بهمن طاووسی و تجربه ساخت فیلم نامهای گلها در آمریکای جنوبی. کشور من دوربینه و سینماست و این اون پاسپورت منه که به من اجازه میده هر جا برم سفر بکنم و هر جا میخوام فیلمم رو بسازم. و تا زمانی که شیرها، پیامی از گذشتگان برای آیندگان در رقص جدیدی از اکرم خان. آنسلم کیفر، هنرمند شناخته شده ای که ما در سالهای گذشته چندین بار آثارش رو که اغلب ابعاد غول‌آسا دارند بررسی کردیم. امروز هم به گالری وایت کیوب در لندن اومدیم تا کارهای تازه این هنرمند پرکار آلمانی رو ببینیم. همزمان با ورود به گالری، چیدمان غول پیکر کیفر احاطه‌مون میکنه. در امتداد راهرو 30 ویترین شیشه‌ای روی دیوار قرار داره که ریتم منظم و ساختار تر و تمیز مکعبی اونها در تضاد با گره‌ها و شلوغی درون جعبه هاست. سطح نقاشی‌های جدید کیفر پر از شاخ و برگ‌های خشک و سوخته درخت‌ها. اغلب این آثار دشت‌های بایر و سرمازده و درختان بریده را تصویر می‌کنه و بر سطح بسیاری از این بوم‌ها تبری واژگون به چشم می‌خوره. آنسلم کیفر در آثارش به ارتباط درونی ماده و مفهوم توجه داره و در این تابلوها عصاره جان ابزاری رو که برای خلق اثر به کار میبره دوباره به اونها برمیگردونه. بعضی‌ها معتقدند که کار برای نویسندگان زن برای ورود به صحنه ادبیات سخت‌تر از مردهاست. اما در سال‌های گذشته شماری از نویسندگان زن ایرانی از این مردهای جنسیتی عبور کردند و موفقیت‌هایی هم کسب کردند. آذرین علومی یکی از این نویسنده‌هاست که در سال 2019 جایزه مهم ادبی آمریکا یعنی پنفاکنر را کسب کرد. برای کتابش به نام مرا زیبرا صدا کن. این کتاب داستان مهاجرت یک دختر ایرانی به آمریکا رو روایت میکنه. سفری که دختر بعد از مرگ والدینش تصمیم میگیره به طور معکوس طی کنه. دختر این مهاجرت رو به سفری به درون ادبیات جهان پیوند میزنه و خواننده از این طریق با جنبه های مختلف شخصیت و زندگی راوی آشنا میشه. سامه فرزانه با آذرین علومی در شهر ساوت بند در ایندیانای آمریکا گفتگو کرده. راوی که زن باشه، خیلی باهوش باشه و خیلی هم دوست داشتنی شاید نباشه. کم هست تو ادبیات. نقطه ضعف نیست زن بودن. حتی تو محیط نویسندگی هنوز واسه زنها سخت‌تره که کتابای جدیشون پخش بشه، فروش بره. حتی وقتی که زنها میتونن کتابای خودشونو بنویسن و در فرهنگ راجبشون صحبت کنن، یه موضوعی هستن که هنوز تو محیط مردونه موندن، مثل نوشتن راجب صحنه‌های سکس. این ایده‌ای که زنها همیشه دیدشون نسبت به سکس رومانتیکه یا احساساتیه، یه دید خیلی به نظر من اشتباهیه. صحنه ها مخصوصاً خیلی روکن.
راوی انسان خیلی سنتیمنتال و احساسی نیست کلن. هدفهای خودش واسهش خیلی واضحن و میدونه چجوری به هدفش برسه. حالا چه توی دنیای ادبیات، چه توی سفرش، چه رابطه ای که داره با لودو بمبو که دوست پسرشه. من آذرین وندرفلیت علومی هستم، نویسنده ایرانی آمریکایی. منو زبرا صدا کن کتاب دومیم هست. داستانش یه داستان خیلی طولانی هست که شروع میشه از بچگی راوی رمان که در ایران به دنیا میاد و وسط جنگ ایران و عراق با پدرش از ایران میره به طرف ترکیه. مادرش تو راه فوت میکنه، با پدرش ادامه میده از طریق ترکیه به اسپانیا و از اونجا میرن به نیویورک. از سن خیلی پایین پدرش ادبیات‌های دنیا رو بهش یاد میده و ازش میخواد که حفظ کنه. بعد داستان اصلی از اون لحظه شروع میشه که پدرش فوت میکنه، دختر 22 سالشه. راوی رمان که به خودش نام زبرا رو میده تصمیم میگیره که این سفری که با پدرش کرده بود از بچگی رو تکرار بکنه، ولی برعکسش رو بکنه. هدفش اینه که بالاخره از طریق ترکیه برگرده به ایران. هیچ وقت به هدفش نمیرسه. Thus our vagabond life began. At first, the dirt path under our feet seemed to trot along with us, kind and concerned for our safety. But our fate took a turn for the worse. Somewhere between Khalkhal and Mount Sahand, in a long stretch of no man's land littered with Iraqi missiles, a poisonous black cloud billowing over the southwestern horizon, my mother, Bibi Khanum, died. She had walked into an abandoned home in the middle of a razed village to see if the deserters had left behind any food. Just at that moment, likely when she was hovering over the kitchen table, the house collapsed. She was crushed under the weight of its stones. یه 7 سالی من طول دادم این کتابو بنویسم. 3-4 سال اولش بیشتر خودم داشتم کتابایی رو میخوندم که خود زبرا واسش مهم هستن، مثلا دیوین کامدی دانته، کتاب سروانتس، دون کیخوته، تا حدی که میتونستم شاهنامه رو خوندم. این کتابای بالای اینجا هستن خیلی به تئوری کتاب اثر گذاشتن، مثل نیچه، آلبرت کامیو، والتر بنجامین. تو هر کتابی که میخوندم وقتی که میدیدم نویسنده به پوچی اشاره میکنه تو مارجن کتاب مینوشتم که اینجا راجب پوچی نوشته شده. بعد این خطا رو یا یادم میموند یا اینکه مینوشتم تو دفترم، بعد به هم ربطشون میدادم این تیکه ها رو تو خود کتاب، چون که در اصل کتاب کامی زیبرا راجب خیلی از نویسندهای مختلفه که با پوچی دارن درخورد میکنن. توی چند سال اول به علاوه خوندن این کتابا در بارسلونا با کتابایی که خود راوی داره باشون کار میکنه، من رفتم با این کتابا تو سفرهای مختلف. توی خود محیطی که تو کتاب نوشته شده من اون کتابا رو میخوندم و سعی میکردم رابطه بین محیط و کتاب را بهتر بفهمم. من خیلی تکنیک های مختلف استفاده کردم واسه نوت‌برداری کتاب. این اولین دفتری بود که داشتم تو اسپانیا وقتی که تحقیقاتم رو شروع کردم. بیشترش در اصل راجب نویسنده جوزپ پلای که وقتی که از کتاب خوندن دیگه خیلی حوصله‌ام سر می‌رفت عکسش رو می‌کشیدم. خیلی از نوت‌هایی که نوشتم وقتی که شروع کردم به نویسندگی کتاب رو اینجوری می نوشتم روی پوستر. ساختار کتاب رو می تونستم واضح تر ببینم
و میتونستم از بعضی از مشکلاتی که پیش بیاد بعداً یه کمی جلوگیری بکنم. یه چند سالی در دیوارم پر پوستر تو پوستر بود. بعد اینا اجازه بهم میداد که اگه که این صحنه رو مثلا اینجا دیگه ربط نداشت تو این چپتر، میتونم این پوستر تو تکون بدم به یه جای دیگه. فکر میکنم این احساس گمبودگی زیبرا رو که راجبش مینوشتم، خب تا یه حدی احساس گمبودگی خودم هم بود و همچین راحت نبود برخورد کردن باش، ولی تجربه مهمی بود. بهمن طاووسی، فیلمساز جوان ساکن خارج از ایران، با اولین فیلمش در جشنواره تالین در کشور استونی شرکت کرد. فیلم نام‌های گل‌ها کم دیالوگه و به خاطر فیلمبرداری خوبش در این جشنواره ازش تقدیر شده. این فیلم در یکی از روستاهای بولیوی فیلمبرداری شده و داستان پیرزنی رو روایت می‌کنه که میگه به چگوارا پیش از مرگش یک کاسه سوپ داده. محمد عبدی، منتقد سینما، با بهمن طاووسی درباره تجربه ساخت این فیلم گفتگو کرده. فیلم نام گلها در واقع به فارسی میشه ترجمهش کرد The Names of the Flowers یا Los Nombres de las Flores. ما در 50 سالگرد در واقع مرگ چگوارا هستیم و این مرگ میدونیم که در کشور بولیوی در یک دهکده کوچک اتفاق افتاده. دولت بولیوی از یک طرف قراره که در واقع این 50 سال رو جشن بگیره، کشورهای خیلی متعددی رو دعوت میکنه که شرکت بکنن، ولی صرف نظر از این روایت مثلا رسمی که داره از تاریخ داده میشه و از مرگ چگوارا داده میشه، ما با یک روایت پیرزنی هم مواجه میشیم که این چگوارا رو ملاقات کرده چند دقیقه قبل از مرگش، برای چگوارا یک ظرف سوپی درست کرده و گویا چگوارا برای این شعری رو خونده و این زن با این داستان در واقع 50 زندگی کرده و شده بخشی از در واقع هویت این زن دیگه. شیوهی که دولت برخورد میکنه با این 50 سالگرد مرگ چگوارا و روایت این زن با هم جور در نمیاد و اینها به مشکل میخورن و فیلم در واقع از اینجا کلید میخوره. ما در مرحله اول داریم راجع به یک دهکده ای صحبت میکنیم که زمان در این متوقف شده، یعنی 50 از مرگ چگوارا گذشته، از اون 50 زمان تغییری نکرده. و بعد داریم راجع به فیلمی حرف میزنیم که پروتاگونیستش یا اون شخصیت اصلیش یک پیرزن مثلا 80 ساله است. اون دینامیزمی که فضا و شخصیت و زمان داره به تو میده و اون انرژی به اصطلاح سینمایی که داره به تو میده، من احساس کردم که در قالب این نماهای بلند بیشتر میتونه خودش رو در واقع چیز کنه، مانیفستو اینها بکنه و این زبان اینطوری انتخاب شد. ظرف سالها به این داشتم فکر میکردم که چطور با یه شخصیت دست دوم شروع بکنم بازی کردن، شخصیتی که بتونم تعریفش بکنم زیر سایه یه شخصیت بزرگتر، زیر سایه یه اسطوره بزرگتر و یک روایت بزرگتر. و در ایران خیلی مجالش نشد. وقتی که اومدم از ایران بیرون سال 2006 با داستان مرگ چگوارا در بولیوی مواجه شدم و بعد احساس کردم که این اون ملات و اون متریالی که من لازم دارم رو در اختیارم قرار میده. ¿Dónde está tu abuela? Mi abuela en mi zona de mi casa de río en eso está. Y allá el río de eso es mi casa. En ahí. Mi parque se tala. ¿Sabes leer? Sí. A ver. Leída. Sí, sé nomás. Mi campo es eso. Era. Campo. ¿Dónde queda la casa de la profesora que
llevó la sopa al che que quebrará y donde le declamó la poesía de las flores. در کل من 6 سال درگیر این پروژه بودم، فیلم برداری این و تحقیق روی این، و امسال همین چند ماه قبل در واقع کار تموم شد. فیلمسازی ملی، اون چیزی که ما پیشتر میگفتیم، یا یه استادی مثل کیارستمی که درخت رو از این خاک بکنی خاک دیگر بگذاری پژمرده میشه و اینها، اساسا شک دارم حتی همون موقعش هم این گفته درست بوده باشه و اینا، علیرغم همه احترامی که به استاد کیارستمی دارم. ولی من معتقدم که سینما کشور خودش رو داره. خود کیارستمی جای دیگری گفته دوربین رو تو هر جا بذاری سپایش اونجا میشه سرزمین و کشور تو. من به عنوان فیلمساز در وهله اول دوربینه و سینماست و این اون پاسپورت منه که به من اجازه میده هر جا برم سفر بکنم و هر جا میخوام فیلمم رو بسازم. گالری اعتماد در بهمن ماه میزبان نمایشگاهی به نام سریال از امیر موسوی زاده بود. او در حجم‌ها و مجسمه‌هاش با تأثیر از هنر مینیمال دهه 60 میلادی به فرم‌های ساده هندسی، ریتم و باف توجه کرده. موسوی زاده همینطور با الهام از هنرمندهای مینیمالیست این دوره سراغ مواد و مصالح صنعتی مثل آجر، بتن و صفحه‌های فلزی رفته. این مجموعه مصالح سنتی رو در کنار متریال یا ماده کارهای مدرن قرار داده. در برخی از حجم‌های او بافت زمخت و خشن آجر قرمز بر سطح ظریف و آینه‌ای استیل ضد زنگ باستاب پیدا کرده. در بخش دیگری در گالری اعتماد مجموعه متنوعی از کارهای هانی صدری به نمایش در آمد. اشک‌ها بر آتش‌ها مجموعه ای از نقاشی، عکس، ویدیو و چیدمان که باستابی پررنگ و لعاب از زندگی روزمره است. یکی از چیدمان‌های نمایشگاه انبوه عکس‌های با موضوعات شخصی و اجتماعی که در طول چند سال جمع‌آوری شدند. بخشی از عکس‌ها به زندگی واقعی و بخشی به تجربه حضور مجازی در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام اشاره داره. شماری از این عکس‌ها در نقاشی‌های او هم رسوخ کرده و ترکیبی وهم‌آلود و انتزاعی به وجود آورده. نقاشی‌های اکریلیک او که از کلاژ مواد مختلف مثل عکس، کاغذ و فوم ساخته شده، پالت رنگی متنوع و گاه نامتعارفی مثل رنگ فسفوری داره. سری بزنیم به دنیای رقص و بریم سراغ یکی از طراحان به نام رقص سالهای اخیر، یعنی اکرم خان. اکرم خان با الهام از یکی از متون کهن و مقدس هندوها یعنی مهابهاراتا یک اجرای بسیار دیدنی رو روی صحنه برده. او در این اجرا با زبانی شاعرانه به مفاهیمی مثل جنسیت، برابری و عدالت پرداخته. تا زمانی که شیرها قسمتی از یک ضرب المثل آفریقاییه که من رو در یکی از کتاب‌های کارتیکا نایر
نویسنده هندی فرانسوی خوندم. تا زمانی که شیرها تاریخ خود را ننویسند، تاریخ به دست صیادان نوشته خواهد شد. هر بار ما به گذشته برمیگردیم متوجه میشیم که تاریخ غالبا به دست صیادان، برندگان یا در واقع مرد سفید نوشته شده. ما میخواستیم این بار تاریخ را از چشمان زن ببینیم، یعنی از دید صید شدگان، شیرها، از دید کسانی که همیشه بهشون ظلم شده. اینجوری خواستیم روش نگاهمون به تاریخ رو جابجا کنیم. Daughter was born in 2013. From that moment I started to دخترم سال 2013 به دنیا آمد. از اون زمان به بعد سعی کردم قصه ها رو از چشم اون ببینم. فهمیدم که اکثر اسطوره ها توسط مردها نوشته شده و زن ها غالبا شخصیت های منفی داستان هستند. وقتی دخترم به دنیا آمد تازه متوجه شدم که من دنیا رو چجوری میبینم و دخترم چجوری دنیا رو خواهد دید. سعی کردم دنیا رو از دید اون تصور کنم. وحشت کردم. برای همین سعی کردم قصه امبا، شخصیت اصلی کتاب مهابهاراتا رو از چشمای دخترم بازگو کنم. در غرب جهان بیشتر به صورت خطی دیده میشه، از گذشته به آینده. اما در جهان بینی شرقی گذشته بخشی از آینده است و آینده بخشی از گذشته. این جهان بینی دایره واره، پس هر پایان آغاز نوعیه. مرگ با اینکه انتهای راهه اما آغاز راه دیگه ایه و تولد مرگ دیگه ایه. این جهان بینی دایره وار نوعی جهان بینی عرفانیه. دایره ارتباط نزدیکی با طبیعت داره و هر چیزی که خطیه ساخته انسانه. من رقص رو با رقص محلی بنگلادشی شروع کردم. به خاطر همین ارتباط نزدیکی با رقص محلی برقرار کردم. رقص محلی اولین پله رقص من بود. بعد از اون مشهور رقص مایکل جکسون شدم. مادرم که نگران این شیفتگی شده بود من رو به رقص کلاسیک هندی کاتاک سوق داد. Every species that has been before us, even the dinosaurs, it's still in the earth. همه موجوداتی که قبل از ما روی این کره زیستند در زیر زمین هستند. تاریخ ما انسان‌ها در دل زمین دفن شده. فکر می‌کنم آدما وقتی به آینده فکر می‌کنن، نگاهشون به آسمونه و میل به پرواز دارن. این ایده رو خیلی دوست دارم که انسان هر چی پیرتر میشه مثل درخت پربار افتاده تر میشه. وقتی آدم جوان‌تره بدنی صلب و متکبر داره که نفس در اون قوی تره. بدن پیرتر همیشه منو بیشتر جذب کرده. As a dancer, creating space for the story. برای یک رقصنده به وجود آوردن سکون خیلی پیچیده است. خصوصا امروز که نسل جدید محو تکنولوژی شده. سرعت تبادل و دریافت اطلاعات در ذهن ما خیلی سریعه. و اگه در لحظه یه سکون به وجود بیاد، ما به وحشت میافتیم. حوصله‌مون سر میره. و سعی میکنیم از این موقعیت فرار کنیم. اما به نظرم تخیل در همین لحظات به وجود میاد. ما با تکنولوژی که بعضی ها اسمش رو پیشرفت هم میذارن در نبردی. به همین دلیل ایجاد این سکون و سکوت خیلی اهمیت داره. راه های زیادی برای ایجاد این فضا وجود داره. اما روش من اینه که سعی کنم با تمرکز انرژی رو به وجود بیارم. ولی به جای رها کردنش همونجا ثابت نگهش دارم.
پایان برنامه این هفته رسیدیم. اما تماشا رو میتونید دوباره روی وبسایت و کانال یوتیوب BBC فارسی ببینید و گزارشاشم روی تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. تا برنامه بعدی، خداحافظ.